من عکس دوستاشونو دارم که اینجا نصب شده بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب میرفتیم نون میخریدیم. از سرکوب مرگبار معترضان تا جاری شدن فاضلاب در خیابان‌ها و خانه‌ها، علت محرومیت خوزستان چیست؟ از یک مدرس علوم سیاسی می‌پرسیم 4 دهه محرومیت خوزستان ثروتمند چه تأثیری بر هویت ملی ساکنان این استان گذاشته؟ همچنین در برنامه امشب The house will be in order. The chair lays before the house a communication from the speaker. لحظه ای تاریخی در آمریکا. مجلس نمایندگان تا ساعتی دیگر در مورد استیضاح دونالد ترامپ رأی می‌دهد. و من از کنگره آمریکا درباره بحث داغ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آستانه رأی استیضاح گزارش می‌دهم. بازار داغ خرید خانه در ترکیه. ایرانی‌ها در ردیف دوم بزرگترین خریداران خارجی هستند. و نفس‌هایی که در شهرهای بزرگ ایران به شماره افتاده. ریشه بحران آلودگی هوا را در کجا باید جست؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. مردم خوزستان هنوز رخت اعضای کشته های اعتراضات اخیر بر تنشان بود که سیل و فاضلاب به زندگیشان افتاد. جاری شدن فاضلاب در کوچه و خیابان، خانه و بیمارستان در اهواز و چند شهر دیگر یادآور سیل بزرگی است که فروردین ماه این سرزمین را درنوردید. ساکنان یکی از نفتخیزترین استانهای ایران با گذشت 30 سال از جنگ نه آب آشامیدنی سالم دارند نه هوای سالم. خوزستان که زمانی با رودخانه‌های بزرگش یکی از حاصل خیزترین استان‌های ایران بود و تأمین کننده بخش عمده صادرات نفت این کشور، در اعتراضات اخیر صحنه خونین ترین سرکوب ها بود. چرا؟ ریشه محرومیت و فقر این استان کجاست؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اما ابتدا گزارشی ببینیم از کسرا ناجی که نگاهی کرده به وضع این استان و آنچه مردم آن می‌گویند. این دیشب در اهواز بعد از باران‌های 2 روز گذشته. باران بخش‌های بزرگی از شهر اهواز، آبادان و چند شهر دیگر را زیر آب برد. در اهواز ظرف چند ساعت 70 میلیمتر باران بارید. 7 برابر ظرفیت جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر. خانه‌های خیلی‌ها در میان آب سیلاب و فاضلاب و بوی طرفان. مقام‌های دولتی می‌گویند شبکه فاضلاب اهواز که قدمت آن به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد، سال‌هاست که فرسوده شده و ظرفیت کافی ندارد. توضیحی که برای خیلی‌ها کافی نیست. کلی بارون می‌زد، 3 روز بارون می‌زد، فاضلابم گرفتار همچین مشکلی نمی‌شدید. تمام فاضلاب‌های کوت عبدالله، تمام فاضلاب‌های شهرک بسیج همه ریخته رو سر خودمون همینجا. بارون اومد اینجا. کل آب و ایور اومد خیابون، اومد داخل خونه. اینم خونه هم ترک برداشت. ما اصلا هیچ امکانات نداریم. حالا من نمیدونم چی کار کنم. پر آب شدم. ذلیل شدیم. رفتم پیش همسایه‌ها نشستم. فرشمون، چیزام همه شون غرق شد. این بنده خدا الان خانمش بارداره، داره میبرتش بیمارستان. آب بارندگی همش میرفت اونور. اومد شهرداری، اومدن آقا به اینا مجوز ساخت ساز دادن، نه کانال آبهای سطحی گذاشتن که مثلا آب سطحی بره اونجا تو اون کاناله، نه فاضلاب درست حسابی درست کردن، هیچ امکاناتی درست هم، فقط مجوز ساخت بهشون دادن. فاضلاب گرفتگی خانه ها یکی از تازه ترین بلایایی که سال هاست خوزستان با آن دوچار شد. همین ماه گذشته صدها نفر در این استان به دست نیروهای امنیتی کشور کشته و زخمی شدند. بعد از اعتراضهایشان به بالا رفتن قیمت بنزین و وضع خراب زندگیشان. شما تو هر خونه ای برید یکی دو تا بیکار هست و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، من در صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه‌های ما بیکار باشن؟ این فیلمی ساخته یکی از فیلمسازان نزدیک به حکومت ایران که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. از اوضاع شهر ماهشهر، صحنه یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراض‌های اخیر. فیلمی از احساسات عمیق مردم از وضعشان و از حکومتشان. من عکس دوستاشونو دارم که اینجا نصب شده بود.
تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ما ها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب میرفتیم نون میخریدیم. اگه شنیده باشید که 10 روز پیش مردم ایستادن بیرون راه ها رو بستن. مردمی که بیرون راه ها رو بستن خدا شاهده به خاطر بنزین نبوده. مشکل مردم بنزین نبوده. فقط مردم منتظر یه جرقه ای بودن. خسته شدن، ترکیدن دیگه. اینجا رسیده بود. رودخونه یه اندازه ای داره. بالاخره طغیان میکنه. این طغیانش یه بهونه بنزین شده. اینا هم طغیان شده. مردم شهر کتالقانی کسی که بشون تیر نزنه نمیفته دنبالشون کاری نمیکنن آقا. یه آدمای اومدن اینجا محیط شهرک رو نمیدونستن چی به چیه. وارد کورا شدن، تن به تن شدن. چند نفر اینجا کشته دادن. عزاداره‌ها تو خونه هاشون دارن گریه میکنن. مگه بچه‌ش چیکار کرده؟ مگه بچه‌ش داعشیه؟ مگه بچه‌ش منافقه؟ بچه‌ش اومد تو خیابون یه داد زد گفت بابا من بیچارم، بابا من نون ندارم بخورم. هر کی حرف بزنه گوششو میگیرن میگن تو ضد انقلابی، ضد رهبری. بابا این چیه شما یاد گرفتین؟ موقع انتخابات که میشه خواب باید بیا اینجا همجا خودت بیا فیلم بگیر. چند وقت دیگه مردم شهرک میشن شهید پرور، مردم شهرک میشن آدمای خوب معتمد، همه چی. خب انتخابات که تموم شد همه به در نمیخورن. خب چرا؟ آشوبگر کجا بوده؟ کجا آشوبگر تو شهر بود؟ کجای شهر رو خراب کردن؟ کجای اموال دولت خراب کردن؟ اگر جایی باشه شیشه شکسته باشه، جایی شیشه نوشابه شکسته باشه تو شهر، من مسئول گردن میگیرم. بابا آشوبگر چیه؟ داعشی چیه؟ بابا اینا بابا نون شب ندارن. من خودم الان لیسانسم ولی بیکارم. بیکارم، میفهمی بیکار چیه؟ سراغ دارم از بیکاری زنش رفته طلاق بده. طلاق دادم. گفت آقا ندارم. کل نون ای زن و بچه‌ای جور کنم. تو کار بهش بده خب هیچی ازت نمیخواد. پول مفتی آقا ما از کسی نمیخوایم. پول مفتی نمیخوایم. کار ازم بکش نون بهم بده. تو خواستای زیادیه به نظره؟ هر کیم بهت میگه ما تا به انقلابی و فلان اینا همش حرفه. زبونی حرف میزنن چون مردم میترسن. من بهت میگم همه مردم دلشون پره. به خاطر چی؟ به خاطر تبعیض، بیکاری، به خاطر اینکه نادیده گرفته میشن. خوزستان در جنوب شرق ایران زمانی یکی از حاصلخیزترین استانهای ایران بود، با رودهای پرآبی که بخشهای مختلف استان را آبیاری میکرد. استانی که شامل بخش اعظم میدانهای نفتی کشور هم هست و منبع شاید 80% از نفت صادراتی ایران. سقوط خوزستان از جنگ ایران و عراق شروع شد، جنگی که زیران خم شد و به دنبال آن بحرانهای مختلف از ریزگردها گرفته تا خشکسالی و بی‌آبی و خشکی رودخانه ها تا طوفان‌های شن و سیل و بالا گرفتن نارضایتی ها و به زندان افتادن هزاران نفر. امروز خوزستان آسی و خشمگین. کسرانجی بی بی سی. یکی از شهروندان استان خوزستان از جنوب ایران با ماست. برای حفظ امنیت ایشون، ایشون رو با نام محسن معرفی میکنیم. آقای محسن به ما از بستر اجتماعی که این اعتراض ها در شکل گرفت بگید. خانم رئیم‌پور و بینندگان عزیزتون، باید خدمتتون عرض کنم که خوزستان در واقع به عنوان یک استان پهناور و متکثر از نظر قومی و فرهنگی میشه گفت به شکل یک ایران کوچکه و وضعیت اینجا به شکلی که خب مردم اقوام مختلفی وجود دارن با مشاغل مختلف. در طول این 40 سال گذشته مثل همه جاهای دیگر کشور هم از نظر محیط زیست و هم از نظر اجتماعی خب این جامعه دچار آسیب‌های متعددی شده. و اینکه خوزستان چرا این اعتراضاتش اوریان‌تر از همه جا به نظر میرسه بروز کرده، اینه که مردم خوزستان بیش از جاهای دیگر تبعیض رو حس کردن. از این جهت که شما توی کلیت رو وقتی نگاه میکنید میبینید که جمهوری اسلامی سال هاست که حیات و ماتش رو به صنایع مادر در واقع بسته، به نفت، پتروشیمی و فولاد. و مردم خوزستان اینجا
من میخوام اینو بگم که مردم خوزستان اون تبعیضی رو که حس میکنن شاید بیشتر از دیگر استانهای محروم کشور نباشه، اما اون چیزی که باعث میشه اونها اینطور عکس العمل نشون بدن اینه که اونها یک قشر دیگری رو میبینن که در واقع متصل به همین صنایع مادر هستن و اونها اینجا زندگی های اشرافی دارن، یعنی مردم بومی نیستند این افراد. بله، عده‌اش بومی هستن، عده‌اش هم بومی نیستن. الزاماً به بوزو بومی بودن و بومی نبودن مرتبط نیست، اما گفتم چون جمهوری اسلامی بسیار به این قشر توجه میکنه، چون درآمد عمدش از این هاست با توجه به اینکه کشاورزی رو نابود کردن، دامداری رو نابود کردن، و به این قشر توجه بیش از حدی میشه. یعنی در خوزستان یک در اقصانهات به خصوص جنوب خوزستان در واقع اهواز، ماهشهر، آبادان، چون این صنایع وجود دارن، پتروشیمی، فولاد و نفت، اینجا شهرک هایی هستن که متعلق به همین صنایع هستن و شهرهایی هستن که متعلق به همین صنایع هستن و واقعا نوع زندگیشون بسیار بسیار متفاوت از مردم عادیه. عرض کردم یعنی ممکنه که واقعا یک کارگر خوزستانی وضعش اونچنان بدتر از یک کارگر مثلا اهل کرمان نباشه، اما ممکنه اون اهل کرمان تبعیض رو به این شکل درک نکنه، یعنی در کنار گوشش یک نفر با یک زندگی آنچنانی وجود نداشته باشه، ولی اینجا وجود داره. علت این تبعیض چیه به نظر شما آقای محسن؟ من عرض کردم به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی از اونجایی که در حوزه‌های مختلف ناکارآمد بوده و نتونسته مدیریت کنه، به خصوص حوزه‌های مثل کشاورزی، مثل دامداری و محیط زیست رو در واقع و حالا اقتصاد به صورت کلی رو، بیشتر فشارش رو در واقع گذاشته روی همین بخش. یکی از دلایل سرکوب‌های شدید در این در خوزستان هم همین بستن شاهراه در واقع پتروشیمی بود، اونطوری که خودشون اعلام کردن. یعنی با توجه به اینکه به اون طرف ماجرا بسیار توجه میشه، این خشم مردم چندین برابره به نسبت خشم مردم دیگر جاهای کشور. فکر میکنید که سرکوبی که اتفاق افتاد آقای محسن منجر به آرام شدن این خشم شده؟ نه، خب آرام خشم رو که آرام نکرده، در واقع خشم رو فرو برده، وگرنه آرامشی که به وجود نیامده. ولی خب بله، خشم فرو خورده شده و مردم قاعدتا ترس زده هستن، چون خب سرکوبی به شکلی بوده که به خصوص در شهرهای کوچک به شکلیه که خیلی طول خواهد کشید تا مردم بتونن به اصطلاح خودشون رو ریکاوری کنن و برگردن به زندگی معمولی. متشکرم آقای محسن، یکی از شهروندان استان خوزستان با ما. اما کوروش رحیم خانی، مدرس علوم سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک در جنسی و از سیراکیوز نیویورک با ما هستند. آقای رحیم خانی اهل جنوب ایرانند و شهر شوش هم هستند و از ناظران به تحولات در این منطقه. آقای رحیم خانی، به نظر شما علت محرومیت 14 دهه استان خوزستان چیه؟ سلام و شب همگی بخیر. خب خوزستان با شکاف ها و گسل های متعدد اجتماعی مواجه است. توی این 14 هم همین مطالبات و این گسل های اجتماعی و نارضایتی های اجتماعی انباشته شده و حکومت هم تا الان توی این 14 راه حلی و یعنی برای حل این مشکلات مطرح نکرده. راه حلش هم سرکوب بوده و عملا نتیجه نداشته. یعنی مشکلات رو و معضلات اجتماعی که برای مردم و منطقه وجود داشته تلمبار شده، الان هم به یه مرحله رسیده که عملا گروه های اجتماعی رو وارد عرصه سیاسی کرده که خیلی به ندرت میتونستن بسیج بشن و وارد عرصه سیاسی بشن. یعنی عملا این ناکارآمدی و ناتوانی و شاید هم
تخصیص منابع به جاهای دیگه بیش از این که به کشور به خوزستان بشه، این مشکلات رو به قول معروف تلمبار کرد. یعنی در کل میشه گفت که شکاف‌های اجتماعی متعددی اونجا وجود داره و اون چیزی هم که خوزستان رو متمایز میکنه، همونطور که این دوستمون هم گفت، موضوع نفت توی خوزستان و این یه مقداری بر پیچیدگی خود موضوع تحولات توی خوزستان رو بیشتر کرده. به این خاطر در کل میشه گفت که نظام یا حکومت توی 14 اخیر نتونسته یه راهکاری برای حل این معضلات داشته باشه و عملا هم حالا چه اقلیمی، بیکاری، شکافای دیگه است، هیچ کدوم حل نکرده و عملا الان ما توی مرحله خیلی پیچیده و بورنجی هستیم. آیا فکر میکنید که این سیاست ناشی از ناکارآمدی بوده یا تعمدی بوده؟ خب تعمد رو بستگی داره چطور ما تعریف بکنیم. توی ایران حداقل توی 14 اخیر تخصیص منابع بر نوعی چانه‌زنی مبتنی بوده، یعنی اونایی که بالا بودن بلد بودن برای خودشون منابع رو تخصیص کنن، تخصیص بدن به خودشون، آب رو عوض بکنن، مسیر رو آب رو عوض بکنن، یعنی اونا منابع، یعنی در اصل اون امکان براشون وجود داشته. حالا اگه بخوایم تعمد رو اینطوری در نظر بگیریم، یا مثلا خود بر اساس قوانینی که خود جمهوری اسلامی از مجلس ششم به بعد تصویب شده، به قانون 2 در 1000 قرار بوده که 2 در 1000 درآمدهای نفتی رو به مناطق نفتیس اختصاص بدن و بعدم شد قانون 2 در 100. این الان کجاست؟ چقدر شما الان مثلا همین مسئله شرکت طالقانی رو مثلا الان دوستان و این حادثه‌ای که رخ داده، این منابع کجا داره اختصاص پیدا میکنه؟ چه شفافیتی وجود داره که این منابع میرسه دست اینا؟ قرار بوده به سر پروژه های عمرانی بشه. همونطور که گفتم لایه های متعددی وجود داره و این حالا یا تعمد یا عدم یا ناکارآمدی حکومت در حل معضلات اجتماعی، همه رو برد یه جای خیلی پیچیده‌ای که کلاف سردرگم ایجاد کرده که مشخص نیست چطور میشه حل و فصل بشه. آقای رحیم خانی، با توجه به تنوع قومی که استان خوزستان داره، این احساس محرومیت نسبی که در بین مردم خوزستان هست چه تأثیری بر هویت ملی اونا داره؟ خب خوزستان همونطوری گفتم خیلی مسئله پیچیده ای داره. خوزستان خب متشکل از عرب هاست، لور هاست، فارس و اقوام دیگه. این حالا این محرومیت چطور میتونه یه لایه‌ای به لایه های دیگه از این اختلافات اضافه بکنه، خودش واقعا وجود داره و این مسئله رو هم پیچیده کرده. ولی قبل از هر چیزی که میشه گفت اینه که چون خوزستان نفت داره، همه چیز امنیتی شده دیگه، یعنی همه حل فصل همه مسائل از زاویه امنیتی بهش نگاه میکنن. حالا این چه تأثیر رو هویت ملی گذاشته، واقعا باید یک کار پیمایشی انجام بده. من الان مثلا خب فقط مشاهده رو میتونم بگم، یعنی واقعا این نظام های از این دست یک کاری میکنن که امکان دیدن جامعه وجود نداره، برای هم برای خود اونایی که روی این موضوع کار میکنن و هم خود سیستم نمیتونه ببینه چه چی داره، چه پیش بینی بکنه چه چیزی داره اتفاق میفته. به این خاطر اینکه واقعا چه تأثیری گذاشته رو هویت ملی یه سوالیه که واقعا باید پیمایش بشه، بره اندازه گیری بشه. من نمیدونم واقعا چطور میشه بهش جواب داد، ولی واقعا مسئله پیچیده ایه. این مسئله خوزستان بسیار بغرنج و پیچیده است، لایه های متفاوتیه و نفت هم اضافه بر اون. متشکرم. کوروش رحیم خانی، مدرس علوم سیاسی با ما. مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه استیضاح رئیس جمهوری این کشور است. در صورتی که نمایندگان به مواد استیضاح رأی مثبت بدهند، دونالد ترامپ سومین رئیس جمهوری این کشور خواهد شد که استیضاح شده. در صورت رأی مثبت مجلس نمایندگان، سنای آمریکا در مرحله بعد در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید این اعلان جنگ علنی علیه دموکراسی است. اما خبرنگار ما خشایار جنیدی از مقابل کنگره به ما پیوسته. خشایار، تا اینجای کار چه اتفاقی افتاده؟ الان در چه مرحله هستیم؟ بحث و گفتگوها در مجلس نمایندگان از اول صبح امروز آغاز شد. بخشی از این بحث‌ها بحث‌های آیین‌نامه‌ای بود و چندین طرح مختلف رو بر سر همین موضوع استیضاح به رأی گذاشتن. بالاخره بحث اصلی در مورد رأی استیضاح از ظهر به وقت واشنگتن شروع شد. الان حدوداً 2 ساعت در جریان هست. نمایندگان دو گروه در صحبت‌های بسیار تند و آتشین سعی می‌کنند در دفاع یا علیه استیضاح صحبت کنند و همدیگر را متهم می‌کنند در مواردی.
قرار هست که این گفتگوها به مدت 6 ساعت به طول بکشه و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به طور مساوی از این فرصت 6 ساعت برای صحبت‌های خودشون استفاده خواهند کرد. بعد از اون دو مورد رأی‌گیری هست، رأی‌گیری به صورت الکترونیک، یک در مورد لایحه‌ای که آقای ترامپ رو متهم می‌کنه از اختیارات خودش به عنوان رئیس جمهور سوء استفاده کرده، و دو در مورد لایحه‌ای که آقای ترامپ رو به پیشگیری و جلوگیری از انجام وظایف کنگره متهم می‌کنه. هر دوی این مورد اتهامی که دموکرات‌ها علیه آقای ترامپ مطرح می‌کنند برمیگرده به پرونده اوکراین، جایی که دموکرات‌ها میگن آقای ترامپ سعی کرده از موقعیت خودش استفاده کنه، یک کشور خارجی رو درگیر سیاست داخلی آمریکا بکنه. همکارم سام فرزانه در گزارشی نسبت به این رخداد و این پرونده توضیحات بیشتری رو ارائه داده. درست یک روز بعد از پایان تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 3 سال پیش آمریکا، دونالد ترامپ در تماس با رئیس جمهوری اوکراین تحقیقات دیگری را کلید زد. آقای ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواست تا درباره مهمترین رقیب احتمالیش در انتخابات سال آینده آمریکا تحقیق کند. اوکراین در این زمان منتظر صدها میلیون دلار کمک‌های نظامی مصوب کنگره آمریکا بود که برای جنگ با روسیه به شدت به اونها احتیاج داشت. یک مقام اطلاعاتی آمریکا که از متن این مکالمات آگاه شده بود، از رئیس جمهوری آمریکا شکایت می‌کند و همین شکایت آغازگر تحقیقات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌شود. حزب دموکرات در مجلس نمایندگان اکثریت دارد. دموکرات‌ها، دیپلمات‌ها، مقام‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع و حتی کاخ سفید رو احضار کردند و از اونها پرسیدند که آیا عملکرد رئیس جمهوری همسو با سیاست خارجی آمریکا و به سود مصالح ملی بوده یا نه. پاسخ اکثرشون این بود: خیر، دونالد ترامپ به دنبال منافع شخصی و سیاسی خود بوده. از اون طرف صدای اقلیت جمهوری خواه در مجلس بالا رفته بود که رئیس جمهوری آمریکا نگران فساد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین بوده و اوکراین هم در نهایت هرچند با تأخیر کمک‌های نظامی مورد نظرش رو به دست آورده. فریادهای جمهوری خواهان به جایی نرسید و بالاخره پرونده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان رفت و اکثریت دموکرات در این کمیته دو ماده استیضاح رئیس جمهوری را نوشتند: سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از نقش نظارتی کنگره. ماده اول این بود: دونالد ترامپ از قدرت مقام رئیس جمهوری آمریکا برای سود شخصی استفاده کرده و به همتای اوکراینیش فشار آورده که در ازای کمک‌های نظامی رقیب انتخاباتی احتمالیش را بدنام کند. ماده دوم سیزا هم میگه که دونالد ترامپ با جلوگیری از حضور مقام‌های دولتش در جریان تحقیقات عملاً نقش نظارتی قانونگذاران را مختل کرده. بعد از روزها بحث و جدل جناحی در کمیته قضایی، نمایندگان دموکرات به هر دو ماده استیضاح رأی مثبت دادند، در حالی که جمهوری خواهان هیچ کدام رو نپذیرفتند و پشت رئیس جمهوری رو خالی نکردند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. اما خشایار جنیدی کماکان با ماست. خشایار، ما در نهایت میدونیم که سنا رد میکنه استیضاح دونالد ترامپ رو، دموکرات ها به دنبال چی هستند؟ خب من یک توضیح در این باره بدم. مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دموکرات هاست. دموکرات ها 235 کرسی از 435 کرسی مجلس رو در اختیار دارند. انتظار میره که در رأی گیری امروز همه جمهوری خواهان که در اقلیت هستند علیه استیضاح رأی بدند، اما اکثریت دموکرات ها به نفع استیضاح رأی خواهند داد. گفته میشه یه نفر یا دو نفرشون، البته یک نفرشون مشخصا گفته رأی نمیده، یک دموکرات دیگر هنوز مشخص نیست که چگونه رأی خواهد داد. با این حال حساب کتابی که انجام شده این هست که دموکرات‌ها باعث میشن که استیضاح به تصویب برسه، اما بعد از اینکه استیضاح رئیس جمهور به تصویب برسه این موضوع به سنا میره و سنا به عنوان دادگاه بررسی خواهد کرد اتهاماتی که علیه آقای ترامپ مطرح شده و اونجا نمایندگان سنا همشون به عنوان هیئت جوری در نهایت تصمیم گیری خواهند کرد و رأی خواهند داد. سنا در اختیار اکثریت جمهوری خواه هست و به نظر نمی رسه که جمهوری خواهان موافق با برکناری آقای ترامپ باشن و در این رابطه رأی بدن. به همین خاطر هم هست که از ماها قبل دموکرات ها رو دارن متهم می کنن که فقط به خاطر سیاسی کاری و فقط به خاطر شکستی که از آقای ترامپ در انتخابات 2016 خوردن قصد برکناری او و استیضاح او را دارند.
اما دموکرات‌ها در مقابل میگن اصلا هدفی نیست. خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته که اختلافات سیاسی، اختلاف نظرهایی که وجود داره با جمهوری خواهان و آقای ترامپ رو موقع انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در سال آینده در نظر خواهند گرفت و اونها رو به چالش خواهند کشید. الان صحبت از سیانت از قانون اساسی هست. در صحبت‌هایی هم که خانم پلوسی امروز در مجلس نمایندگان داشت، در بحث و گفتگو صحبت از این کرد که اگر الان در این رابطه اقدام نشه، اون وقت به وظایف خودمون به عنوان نماینده مجلس عمل نکردیم. در مقابل جمهوری خواهان از جمله داگ کالینز که از اعضای ارشد کمیته قضایی هست، گفت رئیس جمهور هیچ اشتباهی مرتکب نشده و بار دیگر جمهوری خواهان دارن دموکرات ها را امروز متهم میکنن که برخلاف آقای ترامپ به گفته اونها، این دموکرات ها هستن که دارن از اختیارات قانونی خودشون با مطرح کردن طرح استیضاح رئیس جمهوری سوء استفاده میکنن. متشکرم خشایار جنیدی، خبرنگار ما از مقابل کنگره آمریکا. و اما ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا از اورنج کاونتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان خوش آمدید به برنامه. در این مقطع هم دموکرات ها تصمیم برای استیضاح آقای ترامپ رو اقدامی برای حفظ امنیت ملی میدونن، در مقابل آقای ترامپ این رو کودتای علیه دموکراسی و امنیت ملی دونسته، یعنی به نوعی هر دو دیگری رو تهدید میدونن. فکر میکنید که کدام یک در واقع درست میگه؟ خب با قضاوت حقوقی و قانونی رو به عهده کارشناسان و به خصوص به عهده همین مسیری که این مسئله آغاز کرده میگذاریم، ولی وقتی بگوییم که مردم آمریکا یعنی رای دهنده آمریکایی دو تصویر رو ناظرش هست. تصویر اول این است که افراد اعضای حزب دموکرات رئیس جمهور رو به دو اتهام متهم میکنند و میگویند که از قدرتش استفاده کرده، سوء استفاده کرده برای منافع شخصی که احتمالی منافع شخصی همون پیروزی یا بردن بالا بردن احتمال پیروزی در انتخابات پیش رو خواهد بود. این یک تصویره. تصویر دیگر مردم آمریکا میبینند که اگر اتهام سوء استفاده از قدرت قانونی به ریاست جمهوری زده میشه، این اتهام به دموکرات ها هم ممکنه زده بشه که اونها هم از قدرت خودشون سوء استفاده میکنن. ولی در نتیجه گیری اون بخشی از مردم آمریکا که دموکرات ها رو متهم به سوء استفاده از قدرت و استفاده از مسیر استیضاح برای کند کردن فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی آقای ترامپ در انتخابات میکنن، اونها دیدشون به سیاست شبیه دیدشون به ورزش هست. دوست ندارن ببینن که رقیبی دست و پای رقیب رو میبنده و بعد با او رقابت میکنه. بنابراین این قضاوت رای دهنده آمریکایی است. میبینیم که امروز مردم آمریکا به دو شبه تقسیم شدن و در مقابل هم قرار گرفتن در مورد استیضاح و مشروعیت این مسیر استیضاح. آیا فهم کنید که نتیجه رای گیری امروز و اگر که نمایندگان به مواد استیضاح رای مثبت بدن، تأثیری بر افکار عمومی و در نتیجه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا ممکنه داشته باشه؟ بله، من فکر کنم تأثیر داره و تأثیرش به نفع آقای ترامپ خواهد بود، چون مردم، اون بخشی از مردم آمریکا که معتقد هستند که کنگره آمریکا از قدرتش داره سوء استفاده میکنه، تحکیج خواهند شد و انگیزه بیشتری خواهند داشت که به پای صندوق‌های رای برن و به آقای ترامپ رای بدن. من حتی از دموکرات‌ها هم شنیدم که از این عمل راضی نیستند. کسانی که شهرت دارن به حمایت از حزب دموکرات میگویند که نه، این درست نیست که دست و پای رقیب رو ببندیم. خب بذارید مردم ببینن هر عمل خلاف قانون که اتفاق افتاده، بگذارید مردم ببینن و با اطلاعی که از رسانه ها و حتی خود کنگره میگیرن با رأیشون تصمیمشون رو به شما نشان بدن، نه اینکه شما دست و پای رقیبتون رو ببندید بعد یکی دو ماه قبل از انتخابات او رو آزاد کنید که به فعالیت انتخاباتیش بپردازید. بنابراین تأثیر مثبتی خواهد بود به دید من.
فکر می‌کنید که آقای ترامپ در مواردی مانع این شده که عده‌ای بیان شهادت بدن و خودش هم همکاری نکرده با این تحقیقات در مرتبط با استیضاح، با توجه به اینکه به نظر میاد نتیجه ممکنه کمک هم بکنه بهش، چیه؟ خب ببینید، حتما این محاسبه حتما ممکنه که در ذهن کسی باشه، ولی مشکلی که ما از طرف آقای ترامپ صحبت بکنیم و بگیم که قصد او این بوده، من فکر میکنم ساده تر هست که نتیجه رو بررسی کنیم تا نیت رو. مشکلی که بدونیم که نیت آقای ترامپ و یا همراهانشون در خودداری از حضور در جلسات چه بوده. ولی ببینید، من نمیخوام صحبت رو به یک صحبت حزبی و یک صحبتی که رنگ سیاسی داره بکشونیم. این خیلی واضحه برای مردم آمریکا، واضحه که این عمل یک عمل سیاسی است در قالب یا در لباس یک عمل قانونی. اینه که من فکر میکنم قضاوت رو باستی به عهده قضات بگذاریم. و ببینید، همونطور که قابل پیشبینی هست که رأی 215 یا 216 نماینده دموکرات تا به حال به این مسیر داده شده، خیلی قابل پیش بینیه که این مسیر پیش خواهد رفت. تا چند ساعت دیگه خانم پلوسی سیاستمدار کارکشته است. او بیگدار به آب نمیزند و میداند که به اندازه کافی رأی برای اعلام استیضاح آقای ترامپ دارند و ایشان سومین ریاست جمهوری دولت ایالات متحده خواهند بود که استیضاح خواهند شد. خیلی قابل پیش بینیه. ولی همونقدر که این اتفاق قابل پیش بینی است، رقص العمل سنا هم قابل پیش بینی است، چون به همون دلایلی که در مجلس نمایندگان رأی داده شده، به همون دلایل در مجلس سنا کاملا به نظر من کاملا یک عمل سیاسی است و من دید حقوقی تخصصی در قانون ندارم که راجبش اظهار نظر کنم، ولی میبینم که عمل سیاسی است، حزبی است، در ارتباط با انتخابات است از هر دو طرف. متشکرم. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا. در ایران عده‌ای از دراویش گنابادی خبر دادند که 4 نفر از پیروان این مسلک در پی اعتصاب قضا در زندان به بخش CCU یا بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری منتقل شدند. بر اساس این گزارش‌ها، این 4 نفر مبتلا به انسداد روده، خونریزی معده و کاهش سطح هوشیاری شدند. دراویش می‌گویند که ماموران امنیتی در ماه‌های اخیر در فعالیت‌های روزانه رهبرشان از جمله دیدارهای او محدودیت ایجاد کردند. از بامداد روز سه‌شنبه دست کم 10 کولبر به علت بارش سنگین برف در ارتفاعات مناطق مرزی کردستان ایران با عراق مفقود شدند. جسد یکی از این کولبران که بر اثر بهمن جان باخته پیدا شد، او اهل روستایی در اطراف مریوان است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که از اوایل ماه آذر تا حالا 6 کولبر توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، به کابل رفته و سرگرم دیدار با سیاستمداران افغان است. برقراری آتش بس میان طالبان و دولت پیش از آغاز گفتگوهای صلح مهمترین موضوع مذاکره با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بوده. سفر آقای خلیلزاد به کابل در حالی صورت میگیرد که مذاکرات طالبان و آمریکا چند روز پیش به طور موقت متوقف شد. دادگاه عالی هند از تعلیق قانون جنجالی شهروندی این کشور خودداری کرد. این قانون اعطای تابعیت به پناهجویان غیر مسلمان از 3 کشور همسایه را آسان‌تر می‌کند. به همین دلیل منتقدان می‌گویند که مصداق تبعیض مذهبی است. درخواست‌های متعددی برای لغو این قانون مطرح شده. تصویب این قانون موجی گسترده از اعتراض و ناآرامی به همراه انداخته، از جمله در دهلی پایتخت که تجمعات بزرگ در محله‌های مسلمان نشین ممنوع شده. بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها جذاب‌تر شده. یک دلیل آن آسان‌تر شدن شرایط تابعیت ترکیه است. تا پارسال متقاضیان شهروندی ترکیه باید خانه‌های به ارزش حداقل 1,000,000 دلار می‌خریدند، اما حالا این رقم به 250,000 دلار کاهش پیدا کرده. مرکز آمار ترکیه می‌گوید که ماه گذشته میلادی ایرانی‌ها در بین خریداران خارجی مسکن در ترکیه رتبه دوم را داشتند. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. بازار داغ خرید خانه در ترکیه. ایرانی ها از خریداران اصلی هستند، با خرید 500 خانه در ماه نوامبر پس از عراقی ها. روس ها، افغان ها و سعودی ها به ترتیب در رتبه های بعدی هستند. مرکز آمار ترکیه اخیراً در گزارشی گفته در 9 ماه اول سال 2019
بیش از 11% از خریداران خارجی مسکن در این کشور ایرانی بودند. رقمی که نسبت به سال قبل نزدیک به 64% بیشتر شده. اما چه شده که ایرانی ها این گونه سرمایه هایشان را در ترکیه خرج می کنند؟ به خاطر شرایط نامشخص سیاسی و همچنین وضعیت بحرانج اقتصادی که تو ایران حاکمه، مردمی که نمیتونن به کشورهای آمریکایی مثل ایالات متحده یا کانادا مهاجرت کنند یا کشورهای اروپایی، ترکیه رو انتخاب میکنند. ترکیه در سالهای اخیر قوانین مهاجرتیش را عوض کرده و شرایط گرفتن شهروندی آسان‌تر شده. دولت امیدوار به جذب سرمایه‌های خارجی است. با آنطور که از آمار و ارقام برمی آید، تا این جای کار این سیاست جواب داده. من فکر میکنم که علتش اینه که ناامنی سرمایه گذاری تو ایران، امنیت برای سرمایه گذاری نیست، اونجا امنیت بیشتری هست و سرمایه توی ترکیه چون با یورو اتفاق میفته اطمینان بیشتری نسبت بهش هست. دوم این که بابت سرمایه گذاری که اونجا میکنی سرویس بهتری میگیری و آپشنهای بهتری رو داری. مثلا اگه بخوای 250 هزار دلار اونجا خرید کنی کیسای بهتر و مطمئنتری رو داری نسبت به ایران. ایران این روزها حال خوشی ندارد. وضعیت بد اقتصادی، گرانی و سختی‌های زندگی مدتی است که صدای اعتراض مردم را درآورده. آنهایی هم که دستشان به دهنشان میرسد، گاهی هوای آلوده راه نفسشان را میبندد، گاهی آب به زندگیشان میافتد و گاهی هم از فضای بسته سیاسی و سبک زندگی مورد تایید حکومت شکایت دارند. ترکیه اما با آب و هوای مدیترانه‌ایش، با آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر و از همه مهمتر شاید با فرهنگ آشنایش، مقصدی نزدیک و دلفریب برای ایرانی‌هایی است که به دنبال سبک زندگی دیگری هستند. اما اینکه آینده پول هنگفتی که ایرانی‌ها با خود به ترکیه می‌برند چه خواهد شد، خود سوال بزرگی است. کشوری که در سال‌های اخیر گرفتار تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی شده و قیمت خانه و زمین همانجا الزاماً ارزان‌تر از ایران نیست. خواستم اگر خدای نکرده فردا مشکلی چیزی تو ایران پیش بیاد بتونم با خانواده‌ام اونجا باشم و گذران عمر کنیم ببینیم تا خدا چی می‌کنه. فؤاد مسیحا، بی بی سی. امیررضا طهماسبی، کارشناس امور املاک از ازمیر ترکیه با ماست. آقای طهماسبی، چقدر تغییر مشاهده کردید در میزان تقاضا از جانب خریداران ایرانی در ازمیر؟ درود به همه ایرانیان عزیز و گرامی. ما در این سالهای اخیر خب مهاجرت خیلی به ترکیه زیاد شده و به خصوص در واقع خرید ملک هم زیر 250 هزار دلار برای داشتن اقامت بلند مدت و هم بالای 25 هزار دلار برای اخذ پاسپورت و شهروندی ترکیه. تعدادش، آماری که بخوام خدمتتون دقیقی عنوان بکنم شاید آمار دقیقی نباشه توی خصوص، ولی با توجه آماری که اعلام شد نزدیک به 986 نفر تونستن با توجه با خرید ملک 25 هزار دلار شهروندیشون رو بگیرن و تعداد زیادشون هم توی ازمیر، این اتفاق استانبول و ازمیر بیشترین آمار خرید ملک در ایران. علت جذابیت ازمیر برای ایرانی‌ها چیه؟ علل های مختلفی داره. عرضم به حضورتون که اولا که نزدیک بودن مرز جغرافی ایران و ترکیه و تردد آسان مردم ایران به کشورمون، پایین بودن قیمت ملک یا همتراز بودن قیمت ملک با کشور، عرضم به حضورتون که نزدیک بودن فرهنگ و زبانشون به زبان فارسی، بهره‌مندی از خواستهای اولیه زندگی و انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی که در ترکیه هستش، این مسائل باعث شده که بیشتر مردم به ترکیه رجوع کنند نسبت به کشورهای همسایه. آقای طهماسبی، افرادی که شما باشون برخورد داشتید از کدام طبقه اجتماعی بودند؟ به هر حال 250 هزار دلار مبلغ کمی نیست برای سرمایه گذاری در ترکیه. عرضم بزرگ قشر خاصی اگه بخوایم به حساب بیم، خب بیشتر عمومی که الان تشریف بردن قشر متوسط، یعنی زیر 250 هزار دلار خیلی خرید داشتیم توی ترکیه.
بالای 250,000 دلار بیشتر خب کسایی بودن که خب پزشک بودن، متخصصی بودن، سرمایه‌داری بودن، کارخانه دارا مخصوصا، که همیشه ابراز کردن که آقا به خاطر نبودن مواد اولیه کارخونه‌مون تعطیل کردیم، سرمایه انتقال داریم اینجا یا پولمون دست مردم بوده ما اومدیم اینجا. یه سری پزشکای متخصصمون هستن تشریف آوردن، عرضم نویسندگان چند نفر تشریف آوردن اینجا ما خدمتشون هستیم. یعنی از همه قشر شما در نظر بگیرید اینجا از قشر ضعیف، قشر متوسط و قشر سرمایه‌داری کشور، حتی قشر فرهیختمون خیلی زیاد هستن اینجا. ملک بالای 250,000 دلار حق شهروندی ترکیه میده، زیر 250,000 دلار چه در واقع فوایدی داره برای کسی که ملک میخره؟ فوایدش اینه که میتونه اینجا اقامت بلند مدت داشته باشه تا 5 سال. بعد از 5 سال درخواست اقامت میکنه که حالا اونم یه سری مراحل دیگه رو انجام بشه، بعد درخواست شهروندیش رو اعلام میکنه و بعد از بررسی و تحقیقات پلیس و یه سری آزمایشات از شهروندی ترکیه همونا بهره مند میشه. بالا پایین رفتن قیمت ارز در داخل ایران آیا تأثیری داره بر میزان تقاضای ملک در ترکیه؟ بالا وقتی خب نرخ ارز توی ایران پایین میاد، خب تعداد متقاضی ها بیشتر میشن، چون پولشون بیشتر میرسه به قیمت خرید ملکی که میخوان ملک مورد نظرشون. وقتی خب قیمت بالا میره خب بیشتر دوچار میشه، چون باید ریالشون تبدیل به دلار کنن، بعد بیان جو تبدیل به لیر بکنن، به همین خاطر اون خونه مناسبی که مد نظر شاید نتونن دریافت بکنن. متشکرم از شما حمیدرضا طهماسبی، کارشناس امور املاک از ازمیر ترکیه با ما. مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کمبود انسولین خبر داده و گفته که به ناچار این دارو را سهمیه بندی کردند. پیشتر هم گزارش‌هایی از کمبود انسولین و داروهای دیگر در نقاط مختلف ایران منتشر شده بود. حالا 17 نماینده مجلس آمریکا در نامه‌ای به وزیر دارایی کشور در مورد آثار هولناک تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران به ویژه کمبود دارو هشدار دادند. بهمن کرباسی از نیویورک با ماست. بهمن، درباره این 17 نماینده بگو، در نامه‌شون چه گفتند؟ همه دموکرات هستند و در نامه‌شون به آقای منوچهر وزیر دارایی گفتن که اون چیزی که شما به عنوان تحریم نبودن داروها مطرح میکنید در عمل تأثیری نداشته در اینکه راه رو باز بکنه برای فروش دارو به ایران، به خاطر اینکه کمبودهای بسیار زیادی دیده میشه و گزارش‌هایی میرسه از اینکه مخصوصاً کسانی که به بیماری سرطان مبتلا هستند، بیماری های خاص، بیماری های مثل HIV و غیره، ویروس HIV، اینها همه با مشکلات جدی برای دسترسی به داروهای مورد نیازشون مواجه هستند و همچنین مقدار قابل توجهی از صادرات مواد اولیه برای ساخت داروها که در ایران رخ میده هم با مشکل مواجه شده. در این نامه مکرر اشاره کردن به اون نظری که دادگاه بین‌المللی داد بعد از شکایت ایران که تحریم‌های آمریکا رو گفته بود که حقوق مردم ایران رو، حقوق اولیه مردم ایران رو نقض می‌کنه، و گفته بودن که آقای منشو دارن میگویند که وقتی شما در عمل راه‌های مبادله از طریق سیستم بانکی رو می‌بندید، این که بگویید دارو تحریم نیست پاسخگوی واقعیت نیست، و اون چیزی که رخ داده این است که پیش از تحریم‌ها بسیاری از این مشکلات نبوده ولی الان هست، و همچنین حرف از این زدن که باید یک مکانیزمی تدبیری صورت بگیره، یک مکانیزمی تهیه بشه برای اینکه زودتر این راه برای تجارت و فروش دارو به ایران باز بشه. آخر سر هم نوشتن که این کمپین فشار حداکثری عملاً نقض حقوق بشر مردم ایران هست و باید تغییر بکنه این سیاست. در نتیجه در مقایسه با حرفایی که دیگر مقام‌های آمریکایی به خصوص نمایندگان در مجلس زدن، یک قدم فراتر هست در اینکه این 17 نماینده رسماً به آقای منوچهر وزیر دارایی میگویند که کل این سیاست مردم ایران رو بیشتر آسیب زده. آیا پاسخی هم داده آقای منوچهر یا دولت آقای ترامپ؟ به این نامه نه، ولی میدونیم که این انتقاد دفعه اول نیست که مطرح میشه. آقای براین هوک مسئول سیاست ایران در وزارت خارجه آمریکا حتی یک ویدیو منتشر کرد چند هفته قبل و گفت که اینها پروپاگاندای جمهوری اسلامی است و اساساً ما هیچ تحریمی علیه دارو نداریم و روش‌ها و راه‌های برای
مبادله به اصطلاح انسان دوستانه وجود داره و پاسخ هم که میدونیم همین است که در این نامه نمایندگان بارها اومده که اون راه‌ها به اندازه کافی نتونسته این تجارت رو تسهیل بکنه به خاطر اینکه بانک‌ها حاضر نیستن وارد هر گونه معامله‌ای با ایران بشن در شرایط تحریم. متشکرم بهمن کلباسی از نیویورک با ما. تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و نمایندگان فعلی مجلس از رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس 11 توسط هیئت‌های اجرایی خبر دادند. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، و آذر منصوری از اعضای شورای مرکزی این حزب، عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت و دو نماینده اصلاح طلب شیراز از جمله رد صلاحیت شدگان هستند. هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور هستند. اصلاح طلبان از حامیان دولت حسن روحانی بودند و انتخابات مجلس 11 دوم اسفند برگزار می‌شود. فرنوش امیرشاهی همکارم اینجا در استودیو با ما. فرنوش، چرا رد صلاحیت شدند این افراد؟ خب این که تا این لحظه 9 نفر اعلام کردن که رد صلاحیت شدن و اینکه هیئت‌های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور دولت آقای روحانی این افراد رو احراز صلاحیت اصلاحا نکرده نکته مهمیه، یعنی کار به هیئت‌های در واقع نظارت شورای نگهبان نرسیده، در همین مرحله توسط هیئت‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور اینها رد صلاحیت شده. این موضوع دو وجه میتونه داشته باشه. یک وجهش اجرایی این داستانه که هیئت‌های اجرایی عموما میان استعلام میکنن از نهادهای در واقع امنیتی قضایی و ثبت احوال و نتیجه استعلام اونها رو بررسی میکنن، اعلام میکنن. این که به چه استنادی اونها این افراد رو رد صلاحیت کردن رسما اعلام نشده و اعلام هم نمیشه، ولی مثلا جواد امام سخنگوی بنیاد باران و از اعضای شاخص اصلاح طلبان گفته که به علت عضویت در گروه های غیر قانونی صلاحیت اون رو رد کردن، که میتونه به معنی این باشه که عضویتی که اکثر این افراد در مثلا نهضت آزادی ایران، احزاب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب داشتن که قبلا در جریان انتخابات 88 اینها غیر قانونی اعلام شدن. اما به جز وجه اجرایی این داستان، این اقدام هیئت اجرایی یک پیام سیاسی داره و این هستش که در واقع دولت آقای روحانی عملا در پشت اصلاح طلبان که بزرگترین حامی او در دو انتخابات گذشته بودن در نیومده و حاضر نشده که برای رد صلاحیت اونها بخواد چانه زنی بکنه، مذاکره بکنه و اصلا هم بخواد که اونها رو رد بکنه از این مرحله و حاضر نشده هزینه ای بده، حاضر نشده با رأس حاکمیت درگیری ایجاد بکنه و در نتیجه اینها رو رد کرده. معلوش اون دسته از اصلاح طلبا که ثبت نام کردن برای انتخابات، بعضیشون میگفتن که هدفشون بالا بردن هزینه رد صلاحیتشونه. آیا واقعا هزینه ایجاد کردن برای حاکمیت؟ موضوع اینه که واقعا کار از این که هزینه ایجاد بکنه رد صلاحیت اصلاح طلبان گذشته. اصلاح طلبان در ایران وضعیت بسیار پیچیده‌ای دارن در حال حاضر که شاید بشه گفت واقعا در دو دهه گذشته از 76 به این ور در این موقعیت قرار نداشتن. از یک طرف بسیاری از اعضای شاخص اصلاح طلبان پرونده قضایی دارن، زیر حکم هستن. گروه دیگه از اونها هیچ تمایلی برای شرکت در انتخابات نداشتن، با اینکه محمد خاتمی فراخوان عمومی داده بود از اصلاح طلبان، خواسته بود بیان کاندیدا بشن، ولی بسیار کم تعداد اومدن کاندیدا شدن، ثبت نام کردن و تمایلی نشون ندادن برای اینکه ثبت نام کنن. خود حاکمیت هم نشون داده که نمیخواد این گروه رو وارد ارکان قدرت بکنه. در همین اعتراض‌های 98 یک بیانیه‌ای که در واقع روایتی برخلاف اون چه که خاص و مطلوب حاکمیت بود منجر به این شد که تعداد بسیار زیادی از در واقع امضا کنندگان این بیانیه احضار بشن، 2 نفر از اونها بازداشت شدن. این رو نشون داده که تمایلی نداره به اینکه بخواد در واقع این افراد رو در حاکمیت بپذیره. از طرف دیگه بدنه اجتماعی هم دیگه اصلاح طلبان رو خیلی قبول نمی‌کنن و به اونها انتقادات جدی دارن. همین امروز این رد صلاحیت نمیبینید که هیچ کنشی ایجاد بکنه در میان بدنه اجتماعی و این موضوعی است که حاکمیت هم میدونه و انگوش روی اون گذاشته و این کار میکنه. در چنین شرایطی این سوال ایجاد میشه که اگر واقعا اصلاح طلب ها قصد دارن که وارد مجلس بشن، چرا کاندیداهایی رو در واقع روانه انتخابات میکنن که میدونن اینها رد صلاحیت میشن و اصلا چه اصراری به حضور در انتخابات با یک چنین شرایطی دارن؟ این سوالیه که واقعا به نظر میاد که باید بهش پاسخ بدن. متشکرم فرنوش امیرشاهی با ما.
آلودگی هوا در تهران و بعضی دیگر از شهرهای بزرگ ایران در روزهای گذشته مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده. اورژانس کشور می‌گوید نزدیک به 8000 نفر تنها در 3 روز به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی به مراکز درمانی مراجعه کردند. مسئولان دلیل ادامه این بحران را اجرا نشدن قانون هوای پاک می‌دانند، قانونی که 2 سال پیش تصویب شد، اما 18 نهاد و سازمانی که مسئول اجرای آن هستند به جای اقدامی جدی تنها به امید باد و باران نشستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. صورت‌های ماسک زده این روزها در تهران به صحنه‌ای عادی تبدیل شده. ذرات معلق که معمولاً در فصل سرما کیفیت هوا را بحرانی می‌کند، امسال هنوز زمستان نرسیده، نفس‌ها را به شماره انداخته. در هفته آخر آذر، به جز یک روز، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها در پایتخت تعطیل بودند. از اول ماه هوای تهران هیچ روزی پاک نبوده و 15 روز در محدوده ناسالم برای گروه‌های خاص یا ناسالم برای همه قرار داشته. اگر وضعیت هوا را از اول مهر امسال در نظر بگیریم، 30 روز هوا ناسالم بوده. مقامات می‌گویند در خانه بمانید و ورزش و فعالیت‌های سنگین هم انجام ندهید. توصیه‌ای که خیلی‌ها امکان انجام آن را ندارند. ریم ناراحته. ولی خب چاره چیه؟ میتونم نیام بیرون؟ نمیشه که. یه روز نیست، دو روز نیست. زمستون همش همینه. یه فکر اساسی باید براش بکنن. این فکر اساسی به گفته نمایندگان مجلس قبلا به صورت قانون در آمده. قانون هوای پاک. قانونی که 2 سال پیش تصویب شده اما خبری از اجرای آن نیست. ما بحث در واقع کیفیت خود را رو صحبت کردیم، قانونیش کردیم، بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم. یک بخشی از اقدامات خب انجام شده، ولی یک بخشی به انهای مختلف، بهانه های مختلف متاسفانه مورد عنایت در واقع مجریان واقع نمیشه. قانون هوای پاک 18 نهاد مختلف از جمله وزارت صنعت، کشور و شهرداری ها را موظف به هماهنگی و انجام اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا می کند. از جمله ممنوعیت خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه فرسوده، معافیت مالیاتی برای دارندگان خودروهای دوگان سوز و الکتریکی و البته نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی. ناوگانی که بخش بزرگی از آن فرسوده است. اتوبوس‌ها و قطارها به شدت شلوغند و استفاده از آنها راحت نیست. رئیس شورای شهر تهران هم خود در ردیف منتقدان است. تأمین ارز برای مترو و اتوبوس‌های برقی و گازسوز شهری به عهده دولت است و حاکمیت باید در مورد تبدیل انرژی گرمایشی شهرها از گاز به انرژی الکتریسته تصمیم بگیرد. تعداد اتوبوس‌های تهران طی 10 سال گذشته قرار بوده با 30% افزایش از 7000 دستگاه به 9000 برسد، اما به دلیل فرسودگی 20% هم کاهش داشته. حتی افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در هفته‌های گذشته باعث نشده تا مردم وسایل نقلیه عمومی را به ماشین‌های شخصی ترجیح دهند. مردم مجبورن برای رسیدن به محل کارشون از حمل و نقل شخصی استفاده کنند. این حمل و نقل عمومی اصلاً پیش‌بینی نشد. انتظار من داشتم که از این افزایش قیمت یه درصدش هم برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر بگیرن که متأسفانه موضوع دیده نشده. اما آلودگی هوا تنها مربوط به تهران نیست. استان‌های البرز، اصفهان و مرکزی و شهرهای بزرگی مثل مشهد و تبریز هم شرایط مشابهی دارند. اورژانس کشور میگوید ظرف 3 روز نزدیک به 8000 نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کردند. آلودگی هوا سال هاست که یکی از مشکلات اصلی زندگی در تهران بوده. از مونوریل تا انتقال پایتخت ایده هایی بوده که در دهه های اخیر دولت ها برای رفع این مشکل مطرح کردند. با این حال در این آسمان تیره نشانه ای از تغییر به چشم نمی خورد. تنها باران است که گاهی هوا را مخصوصا در زمستان قابل تحمل می کند. باران عباسی، بی بی سی.
لبنان برای چندمین شب متوالی شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده و امروز خبر رسید که تدابیر امنیتی در نقاط مختلف بیروت افزایش یافته. تظاهرات معترضان که از 2 ماه پیش شروع شد اغلب با آرامش همراه بود، اما در حدود 1 هفته گذشته درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی صحنه اعتراضات را خشن کرده. تا به حال در این خشونت‌ها حداقل 65 نفر زخمی شدند. نیروهای پلیس هم از زخمی شدن حداقل 20 مأمور در این خشونت‌ها خبر دادند. محمد امینی با جزئیات بیشتر. لبنان درگیر التهاب سیاسی و اعتراض به فساد و بی‌عدالتی، حالا اضافه شدن خشونت و درگیری. درگیری‌ها فقط میان 2 طرف اصلی نیست. معترضان با نیروهای امنیتی و مخالفان برگزاری تظاهرات با معترضان. گزارش‌ها از آرام بودن لبنان در 3 شنبه شب حکایت داشتند، ولی نیروهای امنیتی در تلاشند تا جلوی درگیری میان معترضان و مخالفان معترضان را با نصب بلوک‌های بتونی و سایر روش‌های کنترلی بگیرند. همچنین خبر رسیده که گروهی از جوانان شیعه پس از انتشار ویدیویی که از نظر آنها اهانت به مقدسات تشیع خوانده شده، با خود پلیس در بیروت درگیر شدند. گروهایی از جوانان شیعه که بنابر این گزارش ها هواداران حزب الله و جنبش عمل هستند، با آتش زدن خودروها و پرتاب سنگ و ترقه های آتشزا با پلیس درگیر شدند. لبنان 2 ماه است که به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی با اعتراضات دست و پنجه نرم کرده. اعتراضات به کنارگیری سعد حریری از نخست وزیری منجر شد. پیدا کردن جانشین برای آقای حریری هم به خاطر مسائل حزبی و سیاسی تا به حال به نتیجه خاصی نرسیده. فساد مقامات حکومتی و افزایش نارضایتی از اوضاع صداها برای کنار رفتن مسئولان را بلند کرده. لبنان از زمان جنگ داخلی 15 ساله تا کنون بدترین بحران اقتصادی خودش را تجربه می کند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود می گوید این خطر وجود دارد که در یک افزایش 20% نیمی از جمعیت لبنان به زیر خط فقر سقوط کنند. فضای سیاسی و اجتماعی لبنان با همه ویژگی های تاریخی و قومی که دارد، حالا اثر 2 مسئله را با گوشت و استخوان دارد لمس می کند. یکی سقوط اقتصادی بعد از سالها فضای بن‌بست‌گونه سیاسی و پیامدهای 8 سال جنگ خانمانسوز در کشور همسایه سوریه. محمد امینی، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهی شما. فعلا شب خوش.